سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ممکن است به یک کانون قدرت جدید در ایران مبدل شود و از این رو غرب دیگر نخواهد توانست در گفتگوهای آینده روی آیت الله علی خامنه ای به عنوان تنها مقام تصمیم گیرنده در ایران حساب کند. این نظری است که جیان دومینیکو پیکو، مقام و گفتگوگر پیشین سازمان ملل متحد، ابراز کرده است. پیکو روز 26 فوریه 2009 8 اسفند 1387 گفت که هرچند خامنه‌ای در هر گونه مذاکره که بنا باشد با ایران انجام شود نقش برجسته‌ای خواهد داشت، ممکن است در ساختار قدرت داخلی در ایران تحولی رخ دهد که بر مذاکرات آینده بین ایران و غرب اثر خواهد داشت. وی استدلال کرد که ممکن است تحولی در جریان باشد که نشانه تغییر مراکز قدرت در ایران است. وی افزود که در 10 سال گذشته سپاه به خودی خود مسیر تبدیل به یک جناح قدرت را طی کرده است. پیکو که سابقا معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی بود میگوید: اگر سپاه در نتیجه این تکوین مستقلن وارد صحنه سیاست شود، آنگاه اقتدار رهبر جمهوری اسلامی دیگر به شکل امروزی نخواهد بود و ایران از لحاظ تصمیم گیری به کشور متفاوتی مبدل می شود که سابقا مشاهده نشده بود. اظهارات پیکو در یک بحث میزگرد زیر عنوان آمریکا و ایران درس‌هایی از گذشته برای حال و آینده در مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون برای پژوهشگران که یک مرکز پژوهشی مستقر در واشنگتن است ایراد شد. پیکو که یکی از مجربترین مذاکره کنندگان غربی با ایران شناخته می شود و برای برقراری مقررات آتش بس، پایان دادن به جنگ ایران و عراق، آزادی گروگان‌های غرب در لبنان در دهه 1980 و آزادی 13 یهودی زندانی شده در ایران در سال 1999 و آزادی 15 ناوی بریتانیایی بازداشت شده در ایران در ماه آوریل 2008 که تازه ترین مورد به شمار می رود مذاکره کرد. هرچند این وحدت نظر میان شرکت کنندگان در میزگرد وجود داشت که مذاکره کردن آمریکا با ایران راه صحیح به پیش است، در مورد انجام این کار اندیشه های متفاوتی ابراز کردند. رابرت لیتواک، مدیر مطالعات امنیتی بین‌المللی در مرکز ویلسون، به مصداق لیبی استناد کرد که به فشار بین‌المللی تن در داد و برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را رها کرد. لیتواک که سابقا مدیر منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای در شورای امنیت ملی آمریکا بوده گفت: فکر می‌کنم لازم است که یک پویایی مشابه در مصداق ایران ایجاد کنیم. ببینیم چگونه میتوان رژیم را زیر فشار گذاشت. منافع اصلی آنها کدام هاست؟ چه چیزهایی برایشان ارزش دارد؟ هزینه رهبری به هر شکل که شناسایی شود چگونه تأمین میشود؟ یک سخنران دیگر، رابین رایت، روزنامه نگار و پژوهشگر در مرکز ویلسون، فشار آوردن به ایران را رویکردی مناسب وضعیت فعلی ایران ندانست، زیرا به گفته او هر دو پایتخت اکنون خواهان گفتگو هستند. در 30 سالی که از انقلاب ایران گذشته، هیچگاه دو پایتخت در یک خط فکری مشابه قرار نداشتند. وی گفت: در 30 سالی که از انقلاب ایران گذشته، هیچگاه دو پایتخت در یک خط فکری مشابه قرار نداشتند. اکنون در دو پایتخت حرفایی میشنوید که نشان میدهد همه علاقمند به گفتگو و تفاهم هستند. رایت معتقد بود که مذاکرات با ایران باید مرحله به مرحله انجام شود. اما شرکت کننده چهارم در میزگرد، جان تیرمن، پژوهشگر مؤسسه فناوری ماساچوست، با رویکرد مرحله پیشنهادی رایت موافق نبود و هشدار داد که در مرحله بندی همیشه یک عامل بلا تکلیفی وجود دارد. کش دادن مذاکرات به چندین سال بیش از حد خطر دارد. تحولات غیرمنتظره ممکن است مذاکرات را از خط خارج کند یا ایرانی‌ها ممکن است اقدامات آمریکا را سوء تعبیر کنند. تیرمن در عوض خواهان یک تغییر سریع در سیاست آمریکا در برابر ایران، از جمله در مورد لغو تحریم‌ها، رها کردن فکر تغییر رژیم با یک حمله نظامی به ایران به عنوان گزینش‌های مختلف و پایان دادن به روند دموکراسی سازی درون ایران شد. جنبه‌های مثبت و منفی گفتگو با ایران و چگونگی رویکرد به آن، کماکان در محافل علمی و سیاستگذاری مورد بحث جدی قرار دارد.